به نام خدا برز سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه پخت و پز. من شیر احمد در خدمت شما هستم. امیدوار هستم تا پایین برنامه با ما باشید. ما امروز براتون یک پلو خوشمزه و خوشتم آماده میکنم. البته یک پلو زیادتر دوستا همیشه وقت شاید آماده کرده باشند، اما بسیار یک طعم خوب داره، خوشمزه است. پلو مطر است که زیادتر دوستای ما همیشه وقت مطر در بسیاری غذاها استفاده میکنن، اما پلوش شما امیدوار هستم آماده کنین. این پلو هم یک پلو هندی است که من از مرچ مصالحش کمتر استفاده میکنم، از مرچ تازه هم قدر استفاده نکردیم. و شما بین در اول مواد لازمه ببینید، بعد از او با ما باشین ببینید چگونه آماده میشه. مطر 700 گرم، برنج 700 گرم، زردک 3 عدد، سیر 4 غوزه، رب 3 قاشق زاخوری، بانجان رومی 2 عدد، سرکه به مقدار لازم، زیره ثابت و مصالحات به مقدار لازم. در ابتدا آب جوش آمده و چه خوب است که برنج اضافه کنیم. یک غذای بسیار ساده و آسان برتان جور میکنیم و از زودتر آماده میشه. آبش کاملا تور میکنیم بخاطر از اینکه دوباره آب با سرد نکنه. به خاطر آب سرد برنج باید دور کنیم همیشه، وقت توجه باشید. اضافهش میکنیم همراه آب جوش. آب جوش هم قبلا پیش از این برنامه شروع شوه کاملا ما تقریبا قدر ضرورت آب اضافه کردیم و شما هم میتونین آب همیشه وقت قدر ضرورت اضافه کنین. و سرپوشه دوباره میمانیم میشه، آستاستای خوب جوش میخوره، آماده میشه تا که یک مقدار آماده میشه. زردک باید ما آماده کنیم و دیگه باز ببینید که کدام مواد دیگه ریزه میشه، آماده میشه. اما پیش از این زردک باید آماده کنیم، باریک باریک ریزش میکنیم. به این اندازه که ریزه شد دوباره بازی را خلال میکنیم. بسیار راحت و آسان جور میشه این غذا. و کسایی که البته از سیرک شما دیدین زیادتر زیادتر سیر گرفتیم، سیرک هستک امرای همین پوستش داخل برنج مانده میشه و امرای این و غذا بسیار خوب است. کسایی که دوز داشتن میتونن سیر آستاستا پوستش بگیرن و نوش جان کنن. به این خاطر 4 غوزه ما گرفتیم و به این اندازه کفایت میکنه، بیشتر از این استفاده نکنیم. و خوب دوباره ایره ریزه میکنیم مثل خلال که ما شما جور بکریم، به اون رقم درست میشه. و قدر ضرورت استفاده کنید، بیشتر نیاز نیست. به می اندازه که 3 عدد زردک است کفایت میکنه. خوب ریزش میکنیم از قسمت ها و آب که آستا آستا جوش میاد دوباره باز همراهش زردک هم اضافه میکنیم. به این اندازه کلش باید ریزه شود. یک گام دارش کلان است، این قسمت میتونید ریزه کنید. و یک پلو بسیار مزه‌دار، خوشمزه. حال فصل مطر نیست، اگر مطر تازه ما شما پیدا کنیم در غذا استفاده کنیم، غذای ما را خوشمزه و خوش رنگ میسازه. اما قطعه شکل میخرین تاریخش متوجه باشین. خدا نخواسته اگر تاریخش تیر باشه مریض نشین، به می خاطر به زیادتر کوشش کنیم. خوب زردک ریزه میکنیم از قسمت دام ریزه شوه. تمام شد و دوباره ریزش میکنیم. و آب همیشه وقت پیش از اینکه شما برنج آماده میکنین دفتن در آشپزخانه که میرین، آب گرم کنین، در دیگ بارین. آستا آستا آب خوب گرم میشه. وقتی که آب گرم شد و ادامهش میتونین آستا آستا ترکاری ها رو اضافه کنین. و آل نوبت زردک است که ریزه شده، ایرام اضافه میکنین همراه آب جوش. یک جای زیاد میشه، مقدار دیگه شما از سیرا میگیریم، همه گیش اضافه شوه. نوبت نمک است و سرکه پسان اضافه میکنیم، دفتن سرکه اضافه نکنیم. دو قاشق نمک زیاد میشه، به می اندازه نمکش کفایت میکنه. و در وقتی که دمش میتیم زیره و زردچوبه یکمک از مصالح ترکاری هم استفاده میکنیم. یک بار مخلوطش میکنیم و نمک هم اضافه کردیم.
چه خوب است که سرپوش را بالش بانیم تا خوب برنج جوش بخوره آماده شود. 70% که برنج آماده شد باید به چلو صافی را صاف میکنیم، دوباره باز دمش بدیم. برای لوابش از روب استفاده میکنیم، بانجارومی استفاده میشه. در ابتدا بانجارومی را میگیریم، ریزه میکنیم. دو عدد بانجارومی تازه را میگرفتیم، شما هم میتونین از بانجارومی تازه استفاده کنین. ولی چه خوب است که ریزش کنیم و بانجارومی را همیشه وقت در اول یکم که باریکتر که ریزه کردین، حالا دوباره میاری میشه ریزش میکنیم. اراتم روشن میکنیم. روغن به مقدار لازم اضافه شده، دینمی روغن کم، بانجارومی، روب، مسالش کاماده کردیم. باز در اخیر بخیر ایره امرای مطر یک جای یکم که آبم زیاد میشه باز دمش میدیم برنجه. اما امروی برنج دیگه چیز اضافه نمیشه، صرف سرکیش مونده، نمک، زردک، برنج اضافه کردیم. چند لحظه خوب جوش بخور آماده شد. بعد از اینکه برنج آماده شد صافش میکنیم، دوباره باز دمش میدیم. و چی خوب است بانجارومی را خوب ریزه کنیم. بانجارومی تازه تر باشه، یکم که رنگ داشته باشه، سرخ باشه، به خاطر از اینکه دیگه غذا از پیاز یا استفاده نمیشه و از بانجارومی بعد استفاده کنیم تا که برنج یک مقدار جوش میخوره آماده میشه. وقتی کوتاه داریم ادامه برنامه خوش آمدید دوستان عزیز و آستاستا بخیر. برنج خوب آماده میشه و در جریان وقفه یک کمک پیشپرکی میگن، ما پیشپرکی کردیم، بانجارومی را اضافه کردیم. دیگه آستاستا بخیر غذا آماده میشه. و سیر که هستک دوستا شاید بگوین که سیر چطور چهار غوزه در این غذا استفاده میکنن. کسایی که سیرخور نیست خوب این غذا رو نشان کرده میتونن. البته در جریان دم بازی چهار غوزه سیر ما به میز ثابت میمانی میشه و این دم میتیم امرایش. وقتی که غذا خوب دم میگیره آماده میشه. این غذا امروز ما برای 2 نفر است. کسایی که با سیرخور است کم کم دمروی خود میمانن و نوش جان میکنن. مثل که ما شما در ماش پلو هم اکثر دو وقت سیر ثابت در برنج میمانن و دم میدن. وال برنج هم میبینیم چقدر آماده شده. برنج آستاستا آماده میشه و در جریان وقفه 1-5 دقیقه دیگه هم خوبی را ما ماندیم که جوش بخوره برنج آماده شده. و حالا رنگ برنج یکمک زرد میذاره. وقتی که سرکه را انداختیم باز آماده هزی میشه که آستاستا رنگ خود سفید کنه. سرکه را اضافه کردیم، خوب مخلوطش میکنیم. حالا که چند لحظه جوش خورد آستاستا برنج خود رنگ خود سفید میکنه. و حرارتش کم میکنیم، سرپوش و بالاش میبریم تا رو بانجارومی خوب دم بگیره. برنج هم فکر کنم که آماده است. صافش کنیم بخیر، دوباره دمش بدیم. ببینید رنگ برنج تا اول زرد بود و حالا خود سفید کرد. یک کم زرم بخیر آماده شد برنج، بعد از او اضافهش میکنیم دوباره در دیگ. و این مطره، قرمه مطره شما فراموش نکنید، حتما این را آماده بسازین. و حالا نوبت مطره است، مطره اضافه میکنیم. خب آستاستا مخلوطش میکنیم به این رقم، حرارتش هم زیاد میکنیم یک ذره گرم شوه. قسمی که شما دیدین بسیار آسان پخته میشه این غذا، قدر مشکل نداره. و بسیاری دوستای ما فکر خواد کردن که زیاد مشکل باشه، شاید ما نتونیم این پخته کنیم. از برنج بسیار زیاد غذای نو میتونین شما جور کنین و بسیار آسان هم جور میشه، قدر مشکل نیست. هر غذا در ابتدا وقتی که او را موادش آمادگی میگیری فکر میکنی که شاید من نتانم. کسایی که آشپزی البته بلد نیستن، کسایی که بلد هستن و خب بسیار هم تو زیاد اعتبار داره سر خود و هر غذایی که باشه پخته کرده میتونن. بخصوص کسایی که همه روزه برنامه ما رو تعقیب میکنن و بعد از او غذا رو آماده میکنن. یک کمک برنج نزد خود بیاریم، حرارت خاموش میکنیم و یک ذره روغن پایین دیگ اضافه میکنیم. بخاطر از اینکه روغن پایین دیگ باشه برنج اضافه میکنیم و آستاستا به خیلی دم میتیم. امیدوار هستم شما این غذای خوشمزه را هفته یک روز آماده کنیم. و این غذا بسیار کم مصرف است. همیشه وقت دوستای ما میگن که
غذای بسیار پر مصرف و ما نه توانمندی نداریم اینا جور کنیم. اینا بخیر امروز خود برنج خود در خانه است که یک ذره متر بیارین و یک دو عدد زردک از 10 افغانی زیاد میشه، یک دو قطعه متر هم بگیرین 100 افغانی سیر یا مثلا همیشه وقت در خانه می داشته باشیم ما شما. و آل متر هم اضافه میکنیم، این رقم متر اضافه میشه، وارش میکنیم. برنج خود آماده کرده با آب روغن زیاد نیاز نیست که آب روغن جور کنیم، اما مقدار که آب رو به اضافه کرده بودیم کفایت میکنه. سرپوش دیگه میگیریم و آله دیگه بخیر دمش میدیم. آماده شد، تقریبا برای 15 دقیقه دم میتیم و در جریان دم دادن خیر دم میتیم. حرارتش فعلا بسیار زیاد است، 5 دقیقه حرارت زیاد میباشه، 10 دقیقه دیگه یک قدر حرارتش بانید که خاموش نشه، یعنی بسیار کم باید حرارتش باشه. تا که سر میز جمع میکنیم و یک مقدار آمادگی خود میگیریم. چه خوب است که ما شما با هم یک جا بریم، وقفه کوتاه رو ببینیم و بعد از وقفه برمیگردیم. اما پیش از وقفه یک گپ دیاد محمد خیر با شما شریک بسازم که سیر ببینین. سیر از یاد من رفته و خوب است که همکارای ما اشاره کرد که شیر احمد سیر گفته بودی یا زیاد رفت. این شکیب جان سیر اضافه میکنه که بسیار زیاد خوش داری و ببینید همیشه وقت در یاد یک نفر چیزی نمی باشه، اگر زیاد آدم میره و مشکل نداره. و حال دیگه سیره که ماندیم میریم طرف وقفه، وقفی کوتاه دوباره برمیگردیم. به ادامه برنامه خوش آمدید دوستان عزیز. و برنج در دم است، البته پلو مطر آماده کردیم امروز برتان که بسیار یک غذای مکمل است. و برای ازی دیگه اگر شما خواستین قورمه مرمه برش آماده کرده میتونه، اما خودش تیار یک بسیار تو مطر که هست برنج نرم و ملایم آماده میکنن، نیاز برای قورمه نیست. بسیار دوستان اگر علاقه داشتن میتونن کیر آماده کنن و در حالت کم ببینین آستا آستا میتونه خوب برنج بخار گرفته. این سرپوش دیگه هست یک کمک گرنگ است برای دم دادن برنج، بسیار خوب است گرنگ باشه سرپوش. و آل چه خوب است که رات خاموش کنیم. امروز خب بیریانی ما تیار نکردیم، البته پلو و مطر است برتان آماده کردیم، کاملا دیگه آماده شده، 20 دقیقه که دم بگیره کفایت میکنه. و ارات خاموش کردیم، سرپوش هم میار داریم. به 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 چقدر منظم خوب آماده شده. و چه خوب است که آستا آستا همی سیرای شاور داریم، سیرش هم میاریم در قسمت. و سیر هم همیشه وقت کوشش کنین که در غذا استفاده میکردین یک مقدار خوب نرم شوه، آماده شوه. و یک عددش باز برتان توته میکنم، میبینین که چقدر خوب درست نرم شده. و این روی تخته میمونیم، بالای غذا دوباره استفادهش میکنیم. و چه خوب است که قوری رو نزدیک بیاریم و برنج یک بار مخلوط کنیم. به 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 کاملا آماده شده، امیدوار هستم شما هم کوشش کنین این غذای خوشمزه را آماده کنین. از این قسمت هم یک ذره مخلوط شوه، اضافهش میکنیم در ظرف. یوم یک پلو مزه‌دار که امروز براتون آماده کردم، امیدوار هستم شما هم کوشش کنین این پلو خوشمزه را آماده کنین. من 700 گرم برنج گرفته بودم، اگر شما بیشتر از این آماده میکنین میشه یک مقدار موادش بیشتر بگیرین. دوستان یک کمک تکانش میدیم، کاملا آماده شد، بیشتر از این نیاز نداره. و کسایی که بسیاری اندیا ایران بیریانی میگن، میگه بیریانی مطر آماده کردیم، اما ما شما همون نام وطنی برش ماندن که پلو مطر، که چرا دوستای ما اکثرشان آماده که میکنن به خاطر از این آماده باشن و بین می رخم این آماده کنن. اگر هر چیز ما بیریانی بگوییم شاید دوستای ما با زایران بارن که خب البته گوشتی یا استفاده نشده. دوستای عزیز سیر کاملا پوست کردیم و همگیش پوست میکنیم به خاطر از اینکه شما ببینین که چقدر نرم و چقدر منظم آماده شده. اگر داخل برنج زیادتری را بانین کاملا باز وقتی که را پوست میکنین سیر میشاره، یعنی به این اندازه نرم میشه. اما قسمت بالای برنج و یک کمک
که اضافه کردین کفایت میکنه، زیادتر از او نیاز نیست که شما سیره بگیرین، زیادتر اضافه کنین. و یک کمکی را ریزه میکنیم، به این اندازه ریزه شوه. مطابق میلتان دیگه سیره نوش جان کنین. کسایی که عادت نداره از سیر باید کمتر استفاده کنن، و همیشه وقت ضرور نیست که حتما شما بیشتر از سیر استفاده کنین، و مو اندازه ای که شما دوست دارین و اندازه نوش جان کنین. کم ذره سیر رو قسمتاش مندادیم و امیدوار هستم برنامه را دیده باشین و حتما این غذای خوشمزه را در طول هفته آماده کنین. ناگزیر هستیم و شما خداحافظی کنیم، رسیدیم برای آخرین دقیقه برنامه، و کسایی که برنامه را ندیدن تکرار برنامه را ببینین و همچنان در چنل یوتیوب تولو برین برنامه پخت و پزه همه روزه تماشا کنین. و در پالیش در اینستاگرام برای دو دقیقه برنامه ما تنظیم شده در اینستاگرام تولو گرام تخیل کرده برین. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتان، شاد و خرم باشید.